در حالی که دولت اسرائیل زمینه را برای حمله زمینی به رفح آماده می کند، دولت جو بایدن از نخست وزیر اسرائیل مؤکداً خواسته جلوی تلفات غیر نظامیان در غزه را بگیرد و راه‌های زمینی کمک رسانی به غزه را باز کند. همچنین درگیری‌های ارتش با حماس در غزه و کرانه باختری ادامه دارد. سامان پژوهان و جزئیات بیشتر. جنگ غزه با اینکه فروکش کرده، اما همچنان در مناطق مختلف این باریکه ادامه دارد. در حمله پنجشنبه نیروی هوایی اسرائیل به رفح، دست کم 6 تن از آوارگانی که به این منطقه پناه آورده بودند کشته شدند. اشغالگران به بمباران خونه‌های امن ادامه میدن. توی این خونه آواره‌های خان یونس پناه گرفته بودند. از بمباران اونجا آمده بودن رفح. بدبختانه همون جاهایی که اشغالگران میگن امن بمباران میشن. چادرهای آواره‌ها رو بمباران میکنن، زنا و بچه‌ها رو میکشن. بسام جمال میگوید برادر و برادرزاده‌اش در بمباران امروز کشته شدند. در اورشلیم سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید در اطراف خان یونس بیش از 40,000 چادر برای اسکان فلسطینی‌های ساکن رفح برپا شده و با هماهنگی مصر و آمریکا کوچ این افراد انجام می‌شود تا رفح، آخرین منطقه در دست حماس، پاکسازی شود. مقام های تشکیلات خودگردان از کشته شدن یک نوجوان فلسطینی در حمله بامداد پنجشنبه شب سربازان اسرائیلی به شهر رام الله خبر می دهند. مراسم خاکسپاری در رام الله. در سازمان ملل متحد در نیویورک در نشست چهارشنبه شب شورای امنیت درباره غزه، سیگرید کاک، هماهنگ کننده سازمان ملل در کمک به غزه، گفت کوریدور دریایی قبرس غزه هیچ وقت جای مسیرهای زمینی را نخواهد گرفت. When it comes to Cyprus, the Cyprus Maritime Corridor provides for additional. کوریدور دریایی قبرس در کمک رسانی غذا به غزه مهم است، اما جای مسیرهای زمینی را نمی‌گیرد. هرگز از اول هم بنا نبوده جایگزین مسیر خشکی بشود. راه‌های زمینی تنها مسیرهای مطمئن رساندن کمک‌های انبوهند. بندرگاه غزه و انبار برای کمک‌ها از دریا با کمک آمریکا و متحدان غربی دارد آماده می‌شود. سازمان ملل هم شرایط ایفای نقش کارساز خود را در کمک رسانی از دریا یا ارائه کرده. و نماینده آمریکا در سازمان ملل بر نقش رئیس جمهوری آمریکا در کمک رسانی به غزه تاکید کرد. At this perilous moment, President Biden has called on Israel to take a series of specific. در این برهه حساس پرزیدنت بایدن از اسرائیل خواسته برای حل این بحران انسانی یک رشته اقدام‌های مشخص در پیش بگیرد، از غیر نظامیان و امدادرسانان محافظت کند و به فوریت جلوی تلفات غیر نظامی را بگیرد. پرزیدنت بایدن به روشنی گفته است سیاست آمریکا در قبال اسرائیل به ارزیابی فوری گام‌های بستگی دارد که این کشور برمی‌دارد. همکنون اسرائیل گام‌های مثبتی برداشته که نه کافی بوده و نه فوری. آمریکا از اسرائیل می‌خواهد گذرگاه بیشتری را به سوی غزه برای امداد رسانی باز کند. و در شمال غزه یونیسف با همکاری یونرا، آژانس سازمان ملل برای کمک به آوارگان فلسطینی، برای ساکنان اردوگاه جبالیه بسته های کمکی شامل آب، دارو و غذا توزیع می کند. سامان پژوهان، صدای آمریکا.